تعداد قابل توجهی از ماهی‌های حوضچه‌های اطراف تالاب هورالعظیم طی هفته گذشته بر اثر گرمای شدید و تبخیر آب از بین رفتند. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می‌کنم. کاسته شدن از حجم آب تالاب هورالعظیم عامل اصلی مرگ گسترده ماهیان این تالاب طی روزهای اخیر بوده است. در سرریز منطقه دلفیه، یکی از سرشاخه های تالاب، دو برکه به طول 50 و 100 متر با توجه به تأمین نشدن حقابه هورالعظیم و محصور شدن ماهی ها به دلیل کاهش سطح آب، تعداد زیادی از ماهی ها تلف شدند. عواملی مانند افزایش دما، تأمین نشدن آب مورد نیاز، کمبود اکسیژن و شوری آب نیز در مرگ گسترده ماهیان این تالاب مؤثر بوده است. انتشار تصاویر و اخبار تلف شدن ماهیان این تالاب در شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر اعتراض کاربران را در پی داشت. این اتفاق در شرایطی رخ داد که مرتضی سوری، مدیر کل شیلات خوزستان، 12 خرداد اعلام کرد با هدف حفظ تنوع زیستی تالاب‌های بین‌المللی استان خوزستان 750 هزار بچه ماهی در تالاب هورالعظیم رهاسازی شده است. در تیر ماه 1400 نیز فعالان محیط زیست منطقه تصاویری از شط علی هویزه در بخش غربی استان خوزستان منتشر کردند که در آن مشخص بود هزاران ماهی تلف شدند. افزایش دما در کنار کاهش حجم آب پشت سدهای استان در سالیان اخیر مسئله تأمین آب مورد نیاز برای جلوگیری از خشک شدن تالاب‌های خوزستان را به چالشی برای سازمان حفاظت زیست این استان بدل کرده است. مسئله تلف شدن ماهی‌ها در تالاب هورالعظیم پیشتر در سال 1396 هم خبرساز شده بود. مرداد ماه آن سال امیر افراوی، رئیس اداره شیلات شهرستان هویزه اعلام کرد به دلیل گرمای شدید و کاهش سطح رودخانه نیسان در حال حاضر بر اثر شوری و کمبود اکسیژن محلول در آب مقدار قابل توجهی از آب زیان تلف شدند. تالاب هورالعظیم با مساحتی بالغ بر 120 هزار هکتار بزرگترین تالاب مرزی ایران است که در مرز ایران و عراق قرار دارد. ذخایر آب این تالاب از رود کرخه در ایران و نیز رودخانه دجله در عراق تأمین می شود و مسئله نحوه تأمین آب هورالعظیم همواره یکی از مناقشات ایران و عراق بوده است. مرگ ماهیان هورالعظیم در شرایطی خبرساز می شود که به نظر می رسد دیگر تالاب‌های ایران نیز طی ماه‌های باقی مانده از تابستان به دلیل کاهش سطح آب می توانند وضع مشابهی داشته باشند.